نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه اول شعبان سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله العظما شیرازی در این نشست در رابطه با حکم بلاد کبیره فرمودند صاحب عروت الوسخا و برخی از مراجع تقلید معاصر در رابطه با بلاد کبیره محله را ملاک می دانند. در حالی که بلاد کبیره در زمان ائمه علیه السلام هم وجود داشته اما نامی از محله در روایات نیامده است لذا حکم بلاد کبیره همانند سایر شهرها بوده و تفاوتی با آنها ندارد معظم الله در ادامه فرمودند نوشتن مساحت سامر را در آن زمان هشت فرسخ یعنی به اندازه پنجاه کیلومتر بوده یا کوفه که پنج فرسخ در پنج فرسخ بوده و شهرهای نظیر واسط بغداد و بصره هم در زمان ائمه علیهم السلام از شهرهای بزرگ و جزء بلاد کبیره بودند اما در روایات سفر هیچ کدام از ائمه نامی از محله نبردند و همیشه از شهرها نام بردند لذا ملاک حدود شهر است چه بلاد کبیره و چه صغیره باشد ایشان در تصریح معنای قوات و سفر فرمودند به چیزهایی که سفر را قطع می‌کند قواطع سفر میگویند و مسئله‌ای که به صورت اجماع در رابطه با یکی از مواردی که سفر را قطع می‌کند آمده این است که اگر انسان از شهر خودش عبور کند در آنجا بایستی نماز را تمام بخواند و چنانچه بخواهد به سفر خود ادامه دهد اگر هشت فرسخ یا بیشتر باشد در آن صورت نماز او شکسته خواهد بود آیت الله لزما شیرازی در ادامه تاکید فرمودند اگر در اسنا سفر انسان به شهر خودش رسید سفر او قطع می شود لذا وقتی سفر قطع شد اگر میخواهد به سفر ادامه دهد از انتهای شهر خودش تا حد ترخص نمازش تمام است اما از حد ترخص به بعد نمازش شکسته است به شرط آنکه سفر او هشت فرسخ و یا بیشتر باشد معظم الله همچنین یکی از موارد قطع سفر را قصد اقامت ده روز داشتن در یکی از شهرهای بین راه ذکر فرمودند که حکم همانند زمانی است که انسان در اسنا سفر به شهر خودش میرسد با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم از انتهای شهر تا ابتدای اون شهر دیگه ولو بعدش ۴۰ کیلومتر باشه مثل سامر را یا بیشتر پنجا کیلومتر باشه مسئله خیلی پیچیده است نه محل خلاف عرض کردم یکی از کسایی که مخالفه مرحوم صاحب آروه است که ایشون میگه در شهرهای بزرگ ملاک آخر محله است نه آخر خود شهر اما خب این خلاف ظاهرا مشهوره مح... نه من ندیدم اونی که هست جماعتی گفتن اون محله ای که خونه این تو اون محله اون محله که صاحب عروه اما غالبا نه شهر میگن روایات هم هیچ کدوم توش اسم محله نیست با اینکه شهرهای بزرگ بوده زمان ائمه علیهم السلام فرق نگذاشتن بین شهر بزرگ و شهر کوچیک